ما فکر میکنیم 3 سال گذشته افغانستان به شورای حقوق بشر این ثابت باید کرده باشه که اینا نمیتونن که هر سال فقط ماموریت آقای بنت را تمدید بکنن. ماموریت آقای بنت ماموریت حیاتی است، دیدبان حقوق بشر به شکل کامل از اون حمایت میکنه. ما از دهی نشست 57 مشروع حقوق بشر میخواییم که یک مکانیزم تکمیلی برای ماموریت آقای بنت تأسیس بکنه و این مکانیزم ماموریت زیر داشته باشه که قضایای نقض حقوق بشری در افغانستان را به شکل سیستماتیک تحقیق بکنه، بررسی بکنه، مستندسازی بکنه، ای اسنادی که جمع آوری میکنن را به شکل اصولیش نگهداری بکنن و در کنار زو افرادی را که مرتکب جنایات یا نقض حقوق بشری داخل افغانستان شدن را به شکل انفرادی شناسایی کنه. به نظر شما ایجاد همچون میکانیزم یا نهاد بر نظارت از حقوق بشر در نبودن گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر که از طرف طالبان رفت آمدش ممنوع قرار داده شده تا چه حد میتونه که به طور مؤثر عمل کنه؟ ببینین، شورای حقوق بشر نهادی است که مسئولیت از این داره که به بحران حقوق بشری در دنیا پاسخگو باشه، یعنی رسیدگی بکنه. معمولا در وضعیت های بحرانی اینا یک مکانیزم را تأسیس میکنن که این مکانیزم یا این ساختار مسئولیت از این داره که به همو وضعیت رسیدگی بکنه. در اکثر موارد به شکل خیلی سیستماتیک مستندسازی میکنن و معلوماتی که جمع آوری میکنن را به پروسه های جزایی میفرستن. مثلا محکمه جزای بین الملل است، محکمه عدالت بین المللی ما داریم که اینا محاکمی هستن که معلوماتی را که این ساختارها میفرستن میتونن استفاده بکنن. مستندسازی که در 3 سال گذشته در افغانستان شده خیلی به شکل عمومی است. گزارشی که نشر شده به عنوان معلومات بک‌گراند یا پس زمینه استفاده میشه، ولی اگر نیاز باشه یک روز این قضایا به محاکم باشه، هیچ یک از این مستندسازی یا اسنادی که فعلا نهادهای حقوق بشری جمع کردن در حضور یک محکمه محکمه پذیر نیست. به او خاطر این ساختار کمی متفاوت است. معمولا این ساختار داخل او کشور نیستن. مثلا میانمار یک ساختار مشابه داره، ایران بعد از اعتراضات اخیری که در ایران اتفاق افتاد شورای حقوق بشر برش یک ساختار داد، سوریه هم یک چیز مشابه بری داره. به خاطر ما میخواییم که در افغانستانی که 14 جنگ بوده، در افغانستانی که مردم افغانستان سالهای سال در این نقضای حقوق بشری را متحمل شدن و زندگی کردن، وقتش است که یک مکانیزم پاسخگویی هم داشته باشن. مکانیزمی که شورای حقوق بشر هیچ وقتی به افغانستان نداده، چه در دوره جنگ‌های داخلی، چه بعد از اون، چه در دوره‌ای که سالهای 1990 برای بار اول طالبان افغانستان را مدتی قدرت به دست داشتن، با چی در 3 سال گذشته که وضعیت وحشتناک شده. به خاطر خصوصا بعد از این که ورود آقای بنت به افغانستان ممنوع کردن، خب خیلی واضح پیام خیلی واضحی داشت که دیگه اجازه نمیتن که از اتفاقایی که داخل افغانستان میشه کسی نظارت بکنه. زمان از این است که افرادی که این مسئولیت ها را دارن و این پالیسی ها را اجرا میکنن مورد پاسخگویی قرار بگیرن و یک ساختاری اینچنینی باشه که اینا را به شکل سیستماتیک مورد بررسی قرار وجود بگیرن. فشارهای جامعه بین‌المللی بر طالبان و نشر گزارش متعدد دیدبان حقوق بشر و سایر نهادهای بشری، چرا وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا کنون بهبود نیافته و تغییر نکرده است؟ ببینین، معمولا وضعیت داخلی زمانی تغییر میکنه که نیروی حاکم تغییر بکنه. وضعیت داخلی زمانی تغییر میکنه که نیروی حاکم به این باور برسه که مردم افغانستان در داخل کشور باید از حقوق بنیادی و اساسی خود بهره مند باشن. ما از با یک قدرت حاکم یا از نیروی حاکم داخل افغانستان صحبت میکنیم که باور نداره که مردم افغانستان باید حقوق اساسی بنیادی داشته باشن. این قدرت حاکم فکر میکنه میتونه به شکل خودسرانه خبرنگارا رو بازداشت بکنه، فکر میکنه به شکل خودسرانه میتونه نیروهای سابق دولت افغانستان رو بازداشت بکنه، در موارد شکنجه، در موارد حتی به شکل فرا قانونی اینا رو بکشن. معترضین زن رو بازداشت کردن، شکنجه کردن. در کنار از او قانون آخری را که امر به معروف و نهی از منکر توشیح کرده و در جریده رسمی وزارت عدلیه نشر شده، آخرین لایه‌هایی از حریم خصوصی شهروندان افغانستان را نقض میکنه. شما میبینین که نیروهای حاکم باور نداره که فضا میتونه فضا انسانی باشه، فکر میکنه که تعانی را که دارن ایجاد میکنن وضعیتی است که مردم افغانستان باید به زندگی کنن. در این صورت خیلی سخت است که شما از بیرون چیز را بخواین عوض بکنین. در کنار از اون طالبات 3 سال گذشته ثابت کردن که به هیچ چیزی نتاق پذیر نیستن.